خب حالا از نمونه ها که بگذریم میپردازم به نمونه های پیرامون این که به جایگاه دوری کردن از خشم در فرهنگ اصیل ایرانی و شیوه مدیریت و کشورداری و حتی خانواده‌داری و هر چیزی که مربوط به سرپرستی است و هم حتی زندگی شخصی که تا چه اندازه تأکید داره جهانبینی ایرانی که از خشم دوری بکنیم. برای نمونه من نمونه‌ای رو از داریوش شاه، پادشاه هخامنشی، ایران هخامنشی براتون میگم که ایشون در آنچه که در به جا مانده از سخنان ایشون در سنگ نوشته ها کاملا اشاره داره که همواره با خشم در برابر خشم می ایستاده. در جای دیگه یه بخشی رو براتون میخونم از نسک یا کتاب عهد اردشیر که اندرزهایی از اردشیر پاپکان بنیانگذار ایران ساسانی هست. یکی از اندرزهاش که داره اونجا بیان میشه میگه که شاهنشاه اردشیر پاپکان به مردمان اندرز داده است که اهریمن در زمانهای ویژه ای امیدوار است تا بر شما چیره گردد. این زمانها هنگامی است که شما خشمگین شده اید، هرس میورزید و برتری میجویید. خب باز به خشم اینجا اردشیر پاپکان اشاره میکنه. همچنان در جای دیگه ایشون میگه که درباره ایشون میدونیم که یه اردشیر پاپکان برای دوری از خشم شیوه نیکو را به کار بسته بود. او فردی را مسئول این کرده بود که همراهش باشد و برگی را در دستش داشته باشد که هرگاه اردشیر شاه خشمی شد آن را به دستش دهد. و خود شاهنشاه اردشیر روی این کاغذ هم نوشته بوده برای خودش که خیشتن را نگه دار، تو خدا نیستی، تنی هستی که هر پاره آن زود پاره دیگر را خواهد خورد و چه زود که کرم خاک شوی. این رو اردشیر پاپکان روی کاغذ نوشته و به شخصی داده از مسئولینش، از کسانی که براش کار میکنن، و میگه که هر بار من خشمگین شدم و خویشتنداریم و از دست دادم، این برگه رو به هم بده، من این نوشتم رو دوباره بخونم، کوشش کنم که بر خشم خودم غلبه کنم. در نسک زند بهومن یشت که برگردان استاد بزرگ صادق هدایت هست، بارها به این میپردازه که دیوان، دیوها، همه از تخمه خشم هستن. هر آنچه که ویرانگر حالا در قالب دیو ازش نام میاره، اینها رو میگه که از تخمه خشم هست، از نژاد خشم هست. و نمونه دیگر رو که برای نمونه توی همین زند بهومن یشت دیگه فقط یک جمله رو من براتون بخونم، میگه که در آن پست‌ترین هنگام 100 گونه و 1000 گونه دیوان ژولیده موی از تخمه خشم برسند. داره میگه تو یک شرط خیلی سختی از زمان رو داره بررسی میکنه، یه جریانی رو داره میگه و میگه تو اون شرایط سخت ناگهان 100 گونه 1000 گونه ژولیده موی دیو خشمگین، دیو که همشون از اون نژاد و تخمه خشم هستن، بر اومده هستن. خب بارها توی این نسک ادبی باز به خشم پرداخته که چقدر نکوهیده هست در دیدگاه ایرانی. جسار دوم که با هم بررسی کردیم، جسار دیگری که در واقع با هم بررسی کردیم، پیرامون بروز شدن بود. اینجا سوزش میکنم. پیرامون بروز شدن، نمونه های بسیار خوبی رو ما میبینیم از اینکه نیاکانمون تو شیوه کشورداری چقدر به این بروز شدن اهمیت میدادن. من اینجا باز میکوشم که یک چند نمونه رو براتون بگم. خب
بخشی رو میخونم از نسک تجارب العموم جلد یکش. میگه انوشیروان دادگر پس از رسیدگی و سامان دادن بیشتر به کار مردم به بررسی در آینه ها و شیوه های پیشین میپردازد و در به کار بستن آنچه در آنها برای مردم شاه و سپاه سودمند است میکوشد. در شیوه کار نیاکان خود و پیشینیان ریز می شود و هرچه در آنها درست یافته بود برگزیده و آنچه نادرست دیده بود کنار می گذارد. کاملا این داره به اون میگه چی رو می رسونه وقتی شما میاد اون نادرست هایی که دیگه تاریخش گذشته و سودمند نیست به کار بگیری کنار می زارید. بنابراین داریم می کوشین به روز بشین. از سوی دیگه دانشی رو هم گرد میاریم که به بروز شدن یاری برسون. بر احساسات خود غلبه کرده و به خیش اجازه نمیداد که شیوهی ناسودمند از نیاکانش را تنها به دلیل مهر و دلبستگیش به او برگزیند. سپس انوشیروان دادگر به نگرش در شیوه رومیان و هندیان میپردازد و آن شیوه ها را با ابزار خرد میسنجد. نگاه میکنه به شیوه های کار رومی ها و هندی ها و شیوه هاشون رو با خرد خودش بررسی میکنه. همون چیزی که اشو زرتشت ازمون میخواد که گزینش ها رو خردمندانه انجام بدیم، بهترین سخنان رو بشنویم و با اندیشه روشن در آن بنگریم و سپس هر یک چه مرد و چه زن را خود را برگزینیم. این کار رو انوشیروان دادگر بازار انجام میده. نگاه میکنه در شیوه های رومیان و هندیان بهترین هاشون رو و با ابزار خرد میسنجه. آنچه در شیوه کار آنها نکو مییابد برمیگزیند و به کار میبندد. از سوی دیگر از خودخواهی دوری میکند و اگر چیزی را در شیوه هایشان نادرست مییافت از گفتن به ایشان فرو گذار نبود. چه منش نیکویی داشتند این مدیران و این راهبران و سرپرستان ایرانی که برای جهانبینی ایرانی کار میکردن. میگه اینجا هنگامی که انوشیروان کارهای رومیان و هندیان رو شیوه کشورداریشون رو نگاه میکنه، اگه جایی میبینه ایرادی در کارشون هست خودخواهی نمیکنه و براشون حالا سفیری نامه ای میفرسته و بهشون میگه آگهی میده که این بخش رو من درست نیافتم، بهتره بازنگری کنیم درش. خب این جستار همچنان ادامه داره که با هم میپردازه به ادامه بخشی که چگونه انوشیروان دادگر به بروز شدن پرداخته است. خب برای بروز شدن هم این بخش کافی است و در جستار سوم چون زمان زیادی نداریم پیرامون باریک بینی و دقت نگاهی بکنیم. ببینید یکی از گواهی ها یا مدارکی که ما داریم که کاملا نشون میده چقدر دقت باریک بینی در نزد مدیران ایرانی بالا بوده در نسکی هست به نام از زبان داریوش. اونجا اون ایرانشناس آلمانی بانو کوخ لوح‌های گلی رو که هر جای مانده از دوران هخامنشیان هست بررسی کرده، در واقع برگردان کرده، اونها رو بررسی کرده و به خوبی داره اونجا نشون میده که اینها چه لیست درستی نسبت به مثلا چیزهایی که خدماتی که باید، کالاهایی که باید در اختیار یک گروه خاص از مردم در کشورشون قرار بگیره یا یک گروه از مدیران کشوری باید چه چیزهایی رو داشته باشن، چه میزان بگیرن، تمام در این لوح‌های گلی ضبط می‌شده، اونجا نوشته می‌شده. این چیزی رو بهمون نشون میده که دنبالشیم، همون باریک بینی و دقت. حالا اینجا من بخشی رو براتون میخونم. میگه نظام کنترل دقیق در دوره هخامنشیان تنها به گردآوری و بایگانی کردن سندها خلاصه نمی‌شده است، بلکه میبایست هر دو ماه یک بار گزارشی هم از کارکرد حوزه‌ها فراهم می‌آمد. به این شیوه کارهای کنترل مرکزی در تخت جمشید ساده‌تر می‌نمود. در میان لوح‌هایی که باقی مانده و به دست ما رسیده می‌توانیم سندهای مربوط به یک حوزه و همچنین گزارش سرجمع شده
دو یا چند ساله از این سندها را نیز ببینیم. درست بودن ترازنامه ها را باید سه کارمند گواهی می کردن. ببینید دوباره این یکی از راهکارهایی که مهداد جان اینجا گفتن برای بالا بردن باریک بینی و دقت، همون بازنگری یا کنترل کار هاست. دیگری همین نوشتن در بایگانی داشتن هست. یکی دیگه باز گواهی دیگری داریم که باز نشان از اهمیت بالای باریکبینی و دقت داره در شیوه مدیریت اصیل ایرانی. این باز از نسک تجارب الهممه. میگه شاهنشاه گشتاسپ که پسر لبراسپ شاه بود به دبیران حسابدار فرمان داد تا نوشتارها و نامه ها را به درازا بنویسند. از دبیران خواست تا انگیزه ها و دلایل را در دفترهای حسابداری بیان دارند. شاهنشاه گشتاسپ دو دیوان، یعنی دو دفتر حساب داشت. یکی دفتر حساب باج، چیزی که حالا ما امروز به نام مالیات مینامیم، حساب باج، و دیگری دیوان هزینه ها بود. یعنی دفتری برای حساب سیان مالیاتی داشته و دفتری هم برای هزینه ها، چیزی که حالا ما مینامیمش کاست منیجمنت، یعنی مدیریت هزینه ها. درآمدها در دیوان باج و هزینه ها در دفتر حساب هزینه نوشته می شد. او وزیری داشت که او را بزرگ فرماندار می نامیدند و این بزرگ فرماندار جانشینی برای خود داشت با نام ایران آمارگر. از خیشگاری های ایران آمارگر این بود که باید به درگاه شاه می رفت و به گزارش کردن کارها می پرداخت. مسئول دفترهای حسابداری کسی بود که او را دبیر بود می خواندند. باز این یه نمونه دیگه است که نشون میده چه راهکارهایی رو داشتن برای اینکه اون باریکبینی یا دقت بالا بره. یک نمونه دیگه هم من بگم و دیگه نمونه پایانی پیرامون این باریکبینی. این نمونه از نسک دینکرد جلد 3 هست، پیرامون حرفه و شغل پزشکی. میگه که پزشک خوب دانا کسی است که گونه گونه علل مینوی و گیتایی از نیک و بد همه را میشناسد. هرگاه بن انگیزه های نیک در میان آیند کارها به استواری سامان دهد. هرگاه بن انگیزه های بد در میان آید با کوشایی در کارهای زدودن آن بدی ها چاره جویی کنند. ببینید میگه با دقت یا باریکبینی این بنها یا اون دلایل و علل جسارها رو این پزشک باید بررسی کنه. نخستین کار پزشک دانا هنگام وارسی هر دو نوع علل یا بن‌انگیزها روی کرده به باز شناختن بن‌انگیزهای مینوی و گیتایی است. این عللش حالا به یه زبان امروزی ترمون این مربوط به نارسایی های روانی است در یه شخص، حالا مینوی است یا این بیمار مشکل جسمی و بدنی داره. میگه این رو کاملا باید بنشون علتش رو پیدا کنه. پس از آن دومین کار وی توجه به باز شناختن نوع بد و خوب آن است. بعد باز دوباره به این شناخت بیشترش نسبت به اون بیماری یا گرفتاری پیش بررسی ها رو انجام بده. باز میبینیم همچنان بحث باریکبینی ژرف شدن در اینها چقدر اهمیت. بنابراین این سه جستاری بود که باز امروز پیرامون شیوه مدیریت اصیل ایرانی بررسی کردیم. دوری از خشم، چیزی که همه ماها باید بکوشیم بهسازی روانی انجام بدیم که خشمگین شدن رو بتونیم باش کنار بیایم، به ویژه توی روزگار امروز که خب زندگی ماشینی هم افزون شده به بسیاری از جستارهای دیگه. دومین جستاری که بسیار ورجاوند مهم هست در شیوه مدیریت ایرانی باریکبینی یا دقت بود. کالاهای بدون کیفیت با این ذریب کیفی نامطلوب و این شیوهی که
بله، من دیدم یکی از دانشجویان گرامی الان اومدم. بله، کوروش گرامی، بله، جشن صدر پوشی داشتید، فرخنده باد بهتون. حالا امیدوارم بخشی رو شنیده باشید، هرچند براتون میفرستم این فایل ها رو. اما داشتم میگفتم که باریک بینی بسیار مهم هست در شیوه مدیریت ایرانی. تولید یه سری کالاهای فلعی که هر کدومش نگاه میکنی در هر بسته بندی یه بخش زیادیش باز به ضایعات میره. حالا یه دلیلش میتونه نبود باریک بینی یا دقت باشه در تولید اینها. این شیوه نیست که مورد پسند مدیریت ایرانی بوده باشه. راهکارهایی باید به کار بگیریم برای افزایش دادن باریک بینی و دقت. و جزار دیگه هم که بهش پرداختیم بروز شدن بود، که در واقع خب این کاملا رابطه مستقیم داشت با همون دانش اندوزی، که هرچه دانش می اندوزیم این بروز، به سوی بروز شدن پیش میریم، و این بروز شدن نیز از جزارهایی است که بسیار مهم هست در شیوه مدیریت ایرانی، اصیل ایران. خب، دانشجویان گرامی ارجمند، به پایان سومین نشست آموزشی رسیدیم. تنها اینکه به یاد داشته باشید برای نشست آینده هر کدامتون دست کم یک نمونه یه داستان خیلی کوتاه برای شخصی بگویید که از بروز شدن دوری میکنه. برای شخصی بگید که خشمگین هست و با خشم کارها رو انجام میبره، و یک نمونه بگید برای شخصی که باریک بینی یا دقت رو نداره در کارهاش. براتون روز و شب و خوبی آرزو میکنم.